پارادوکس دوقلوها، نسبی بودن زمان به چه معناست؟ نظریه نسبیت خاص انیشتین به ما یاد میده که زمان نسبیه. اما نسبی بودن زمان دقیقاً چه معنایی داره؟ چجوری میشه توی جهانی زندگی کرد که توش هیچ کس سر شروع یا پایان و طول عمر رویدادها توافقی نداره؟ نظریه مشهور پارادوکس دوقلوها نشون میده زندگی در جهانی نسبیتی چجوریه؟ بر اساس نظریه نسبیت خاص، زمان برای دو ناظر که یکی از اونها با سرعت نور حرکت میکنه متفاوت میگذره. اما دلیل واقعی این تفاوت چیه؟ همراهان چنل ساینتیا سلام. نسبی بودن زمان به چه معنیه؟ بله، این سوالیه که میخوایم توی این ویدیو به بررسی جوابش بپردازیم. پس با ما همراه باشین. اما ازتون میخوایم لطفاً به چنلمون سابسکرایب و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. نظریه نسبیت خاص. بر اساس نظریه نسبیت خاص، به زبان ساده زمان در ساعت در حال حرکت به کندی میگذره. به این پدیده اتساع زمانی گفته میشه. انیشتین این مفهوم رو برای نجات چیزی بنیادی تر معرفی کرد و اون هم جهانی شدن قوانین فیزیکه. بر اساس نظریه نسبیت خاص، ساعتی که به یک شیء متحرک وصل شده کندتر از ساعتی ثابت حرکت میکنه و هر اتفاقی که برای ساعت متحرک رخ میده مشابه اتفاقاتیه که برای اشیاء دیگه رخ میده. در واقع فیزیک، شیمی و زیست شناسی همه توی چارچوب های مرجع متحرک عمل کرده آهسته تری خواهند داشت. به سختی میشه این اثر رو توی مقیاس‌های انسانی اندازه‌گیری کرد، چون فقط با نزدیک شدن به سرعت نور تا حد در خور توجهی ظاهر میشه. با این حال باز هم قابل اندازه‌گیریه. توی سال 1971 دو فیزیکدان به اسم‌های جوزف هافل و ریچارد کیتینگ ساعت‌های اتمی رو روی هواپیمای جت قرار دادن و هواپیما رو به پرواز دور تا دور دنیا فرستادند. وقتی ساعت‌ها به زمین برگشتن، هماهنگی اونها با ساعت زمینی از بین رفته بود و این نتیجه دقیقاً مشابه اثری بود که توی نسبیت خاص پیش‌بینی شده بود. پارادوکس واقعی. برای درک بهتر این مسئله، دوقلوهای فرضی به اسم‌های آلیس و باب رو مثال می‌زنیم. تا وقتی که دوقلوها نزدیک هم دیگه باشن، ساعت اونها هماهنگه و سنشون با سرعت یکسانی بالا میره. اما اگر باب سوار سفینه‌ای فضایی بشه و با سرعت نزدیک به سرعت نور به سفر دور تا دور کهکشان بره، مسئله کمی تغییر می‌کنه. برای باب این سفر فقط چند ماه یا چند سال طول می‌کشه. اما بر اساس سرعت اون ممکنه این زمان برای آلیس ده‌ها یا حتی صدها سال گذشته باشه. با اینکه افسانه دوقلوها به نظر گیج کننده میرسه، تناقض نیست، بلکه دقیقاً همون چیزیه که توی فیزیک نسبیت خاص مطرح میشه. ناظرهای مختلف در جهان بر اساس سرعت اولیه خودشون محاسبات مختلفی از جریان زمانی دارن. در نتیجه یک پارادوکس واقعی وجود داره. باب در حین سفر هیچ تفاوتی رو احساس نمیکنه. مثلا احساس نمیکنه به صورت اسلو موشن حرکت میکنه. همه چیز کاملاً عادی به نظر میرسه. به قدری عادی که تا وقتی شتاب نگرفته احساس نمی‌کنه در حال حرکته. آیا گذر زمان برای آلیس سریع‌تره یا باب؟ این آزمایش فکری به انیشتین در توسعه نظریه نسبیت خاص کمک کرد. اگر با سرعت یکسانی حرکت کنید، غیر ممکنه بتونید حرکت خودتون رو تشخیص بدید یا حس کنید ثابت هستید و بقیه جهان در حال حرکته. در نتیجه از زاویه دید باب اون کاملاً بی حرکته و آلیس و کل زمین در حال دور شدن از اون هستن. بله، شاید این فرض غیر محتمل به نظر برسه. اما از دیدگاه فیزیکی باب نمیتونه این تفاوت رو بیان کنه. بر اساس محاسبات باب ساعت اون به صورت عادی حرکت میکنه و این ساعت آلیسه که آهسته حرکت میکنه. در نتیجه وقتی این دو دوباره همدیگر رو ملاقات میکنن،
آلیس باید جوان‌تر از اون به نظر برسه چون زمان زیادی براش نگذشته. اما آلیس دقیقاً همین مسئله رو درباره باب میگه، چرا که تصور میکنه خود اون ثابت میمونه و باب در حال حرکته. اما چه کسی درست میگه؟ آلیس یا باب؟ این یک پارادوکس واقعیه. یک زاویه دیده مشخص. میشه پارادوکس دوقلوها رو با نگاه کردن به تصویری کامل حل کرد. این واقعیت وجود داره تا وقتی که باب با سرعتی ثابت در حال حرکته، اون و آلیس درباره جریان زمان با همدیگه مخالفن و هر دو دیدگاه میتونن معتبر باشن. اما برای مقایسه باب باید به زمین برگرده. به بیان دیگه اون باید از سرعت خودش کم کنه، متوقف شه و بعدش فضاپیما رو برگردونه، دوباره شتاب بگیره و به خونه برگرده. عمل برگشت به خونه تأثیر زیادی رو روی محاسبه زمانی باب خواهد گذاشت. اون در واقع کاری رو انجام میده که اونو از چارچوب خاص مرجع اون دور میکنه و میتونه این کار رو نه با بررسی جهان بیرون بلکه بر اساس مشاهدات داخل فضاپیما انجام بده. برای مثال این مشاهدات شامل لرزش‌های موتور و به جلو رفتن بدن اون نسبت به کف در حین کاهش سرعت هستند. به دلیل این عدم تقارن، زاویه دید باب دیگه مثل زاویه آلیس معتبر نیست و دیگه نمیتونه ادعا کنه که در وضعیتی ثابت قرار داره و جهان اطراف اون در حال حرکته. وقتی باب در نهایت به زمین برگرده، متوجه میشه خود اون همون دوقلویی بوده که با سرعت نور حرکت کرده. ریاضیات نسبیت خاص به ما میگه آلیس و باب در چارچوب مرجع خودشون چجوری با افزایش سن روبرو میشن و همین ریاضیات نشون میده که چجوری درباره اعداد به توافق میرسن. حالا شما به ما بگین، در مورد پارادوکس پدر بزرگ چیزی میدونین؟ آیا با سفر به گذشته میشه چیزی رو تغییر داد؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگر این ویدیو براتون جالب بوده و مفید لطفاً لایک کنین و به دوستانتون هم معرفیش کنین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.